جناب آقای دکتر زرافشان، در پرسش نخست نظر شما در رابطه با انتخابات کانون وکلا چه هستش؟ حضورتون عرض کنم که انتخابات این دوره کانون وکلا هم برمیگرده به مسئله کلیتر موقعیت و وضعیت فعلی کانون وکلا. در این انتخابات، در این دوره ما شاهد رد صلاحیت گسترده حدود نیمی از کسانی هستیم که داوطلب عضویت در هیئت مدیره کانون بود، و این رد صلاحیت از ناحیه مراجعی غیر از مراجع قضایی و خود کانون صورت میگیره. کسانی که باقی ماندند حالا با این وضعیت و تکلیفشون روشن کنند، برای اینکه به هیچ معنا اون چیزی که با این کیفیت صورت میگیرد اسمش انتخابات نیست. اون لایحه استقلال کانون، اون لایحه میراث دکتر مصدق، یادگار دکتر مصدق رو که به تدریج و طی مراحلی به طور کامل از بین بردن، کانون که استقلال نداره. همین وضعیت نیم بندی هم که داره، به هر حال هیئت مدیره باید با رأی اعضای کانون یعنی وکلا انتخاب شد. وقتی از بین اینها یک کسانی رو انتخاب میکنن از بالا یه جایی و بعد میگوین بیاید داخل این رو انتخاب کنید، این چه معنی داره؟ این اسمش انتخابات نیست. بنابراین کسانی که باقی مانده اند و حتما منافعی و وابستگی هایی هم دارند که با یه همچی وضعیتی که عرض کردم حدود نصف کاندیداهای اصلاح طلبان عضویت در هیئت رکنون رو صلاحیتشون رو تایید نکردن، رد صلاحیت کردن، اینا باید تکلیفشون رو با کانون، با خودشون، با شرایط روشن بکنن. به نظر من این انتخابات نیست، برای اینکه پیشتر کسانی رو انتخاب کردن، پپسی کولا و کوکاکولا رو گذاشتن جلوی شما، گفتند که انتخاب کنید، هر اون شبه دوست دارید انتخاب کنید، من نه پپسی کولا دوست دارم نه کوکاکولا انتخاب، و معنی انتخاب این نیست. به گمان من حالا تکلیفی برای کسانی که رد صلاحیت نشدند پیدا شده که نسبت به کانون، نسبت به همکارانشون و نسبت به کسانی که رد صلاحیت شدند و نسبت به این وضعیت تکلیفشون رو روشن کنند. ما این رو میفهمیم که کسانی که مانده اند بی دلیل نمانده اند، بی دلیل صلاحیتشون رو تایید نکردند، و میدانیم که در بسیاری از اینها به دلیل منافعند، بعد که به عضویت هیئت مدیره کانون در آمدن حالا تمایل ندارند که برخورد جدی با این قضیه بکنند. اما در هر صورت نظر من اینه که این انتخابات نیست، و از کانون، از استقلال کانون در اون معنا که در لایحه استقلال ابتداش، لایحه اصلی استقلال، اون یادگاره مصدقانه بود، چیزی با این انتخاباتی که در روزهای برگزاری کاده و کاده های بچگانه جلوی کانون توضیح میکنن برای اینکه رأی جمع کنن، اینا شرم آوره. شما تاریخچه کانون رو کلاری نگاه بکنید و آدم هاش رو اون وقت مقایسه بکنید با وضع فعلی، متوجه میشید که وقتی من میگم شرم آوره یعنی چی. کانون وکلا همه جای دنیا جدای از تک تک اعضاش، جدای از یک یک وکلا و وظایفی که به موجب قانون دارن، به عنوان یک کل واحد هم، به عنوان یک مرجع، یک کل واحد، وظایفی در حفظ حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم جامعه داره. این رو که کانون سالهای سال اصلا فراموش کرد، یعنی اینکه به عنوان کانون، عنوان کانون یک کل واحد، اصلا فراموش کرده که کجا ایستاده، موقعیتش چی هست، چه وظایفی کلان در مجلس کلان تو جامعه داره. از لحاظ اداره خودش هم با توجه به اینکه تشکیلاتی است که با رأی اعضای خودش باید اداره بشه، با هیئت مدیره ای که نماینده و بازتاب دهنده خواسته ها و نظرات اعضای خود، این رو هم الان فشله، اسمش انتخابات نیست با این کیفیت.
اما اون کسانی که رد صلاحیت نشدن حالا باید تکلیف رو روشن بکنن که بعد از این بقیه هم ببینن با کی طرفن یا خود سری در رو مشخص. برخی افراد و جریان‌های سیاسی سخن از اصلاحات ساختاری به میان میارن. از نظر شما که یک حقوقدان هستید، آیا چنین خواستی یک درخواست قانونیه و با چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی تطابق داره؟ ببینید، وقتی شما میگویید اصلاحات ساختاری، این معنی داره لااقل در عرف جامعه شناسی سیاسی برای کسانی که با این اصطلاحات آشنا هستن این یه معنای مشخص توش هست. اولا قرار اصلاحاتی صورت بگیره، یعنی اصل ساختار حفظ بشه، ساختار شکسته نمیشه، اصلاحاتی درش قرار صورت بگیره. ثانیا قرار این اصلاحات ساختاری باشه. بنابراین بحث براندازی و حرکت انقلابی و اون صحبت ها تو اون که مطرح نیست. کسانی که صحبت از اصلاحات ساختاری می کنند اول باید جواب بدند که افزارش، روشش که مورد نظر اوناست، این اصلاحات از چه طریق باید صورت بگیره، آیا رفراندوم مورد نظرشونه، آیا بازنگری قانون اساسی در اصولی از قانون اساسی ازش صحبت شده مورد نظرشونه، چون هم رفراندوم و هم بازنگری در قانون اساسی راههایی است که در خود قانون اساسی فعلی پیش بینی شده. طبیعی است که یه همچین روشهایی باید مورد نظر باشه، چون در این اصلاح صحبت اصلاحات شده. اما اصلاحات ساختاری یعنی اصلاحاتی که در سطح قانون اساسی، در اون چارچوبی که در قانون اساسی تشریح شده باید این اصلاحات صورت بگیره. بنابراین با یه سوال کلی اساسی فورا در همین مقام ترم شده و جواب شده که چون چی رحم میکنن، باید گفت شما با دستگاه قدرتی طرف هستید که حفظ این ساختار رو وظیفه خودش میدونه، حفظ این ساختار رو با صراحت وظیفه خودش اعلام کرده، صاحب قدرت و پاش ایستاده است. حالا این اصلاح ساختار با هر کدوم از روش هایی که عرض کردم، مثلا در قانون اساسی پیش بینی شده، با قدرت کدام نیروی سیاسی هسته سخت بحث اصلی که بهش نمیپردازن اینه که این اصلاح ساختار با کدام نیروی سیاسی میخواید به دستگاه قدرت حاکم تحمیل کنید، بقبولونید، آیا رفراندوم مورد نظره، آیا قدرت حاکم که عرض کردم حفظ ساختار موجود رو وظیفه خودش میدونه و پای این وظیفه هم ایستاده زیر بار رفراندوم خواهد رفت، آیا از اون طرقی که در قانون اساسی ازش به عنوان بازنگری در قانون اساسی صحبت شده از اون طریق میخواد وارد بشه، کیه، کدام نیروی سیاسی یا اجتماعی است، با کدام قدرت میخواد این تحمیل کنه؟ در بسیاری از بحث هایی که تو این زمینه این روزها در سطح رسانه ای میشنوه عجیبه که به یه مسئله اصلی ترین مسئله توجه نمیشه، که اون اتوریته ای که دنبال طرح میشه داد، برنامه میشه داد، رؤیاهایی رو میشه تشریح کرد، عنوان کرد، اون اتوریته ای که باید اینا رو اجرا بکنه بر حسب هر یک از این وظایف، اون اتوریته کجاست؟ من نمیفهمم معنی این اصلاحات ساختاری کدام یکیست. اون چیزهایی که با توجه به ساختار موجود یعنی قانون اساسی موجود به نظرم میرسه رو توضیح دادم و گمان نمی کنم که قدرت حاکم به هیچ شکلی تحمل یک چنین چیزی رو داشته باشه. پس به عهده کسانی است که این داستان رو، این پیشنهاد رو مطرح می کنند که توضیح بدن از چه طریق میخوان بهش برسن. این مسئله عملی و مشخصه. اگر این
تشریح بشه، اگر یه جای جواب به این داده بشه. بنده بارها بار گفتم به ظرفیت‌های قضایی اصولا اعتقادی ندارم. این حساب بیش از حدی که بعضی مراجع اجتماعی، بعضی نیروهای سیاسی مطرح می‌کنند، ظرفیت‌های قضایی توجه دارن، به نظر من توهم‌آمیزه. برای اینکه دستگاه قضایی و این ظرفیت‌های قضایی بخشی از دستگاه عمومی قدرت و از طریق اون نمیشه سراغ خود ساختار اصلی قدرت. جناب آقای دکتر، ارزیابی شما درباره سیاست نگاه به شرق و شایعاتی که در رابطه با همکاری جمهوری اسلامی با دولت روسیه در جنگ اوکراین مطرح شده چه هستش؟ اشکان خدمتون، ببینید قضیه خیلی وسیعه، چیزی نیست که ظرف 5 دقیقه 10 دقیقه آدم بتونه درست بازش بکنه. برای اینکه این مستلزم این هست که اولا بدانیم آنچه که در اوکراین اتفاق افتاده و الان در جریان هست ماهیتش چیه، پیشینش چیه، اون قضایایی که به امروز منتهی شده، به این ماه ها منتهی شده رو دست کم از سالهای آخر قرن 20 و به خصوص از سال 24 به بعد در جریانش باشیم. تاریخ اوکراین رو، تاریخ اخیر اوکراین رو و روسیه رو و اتفاقاتی رو که عرض کردم از سال 24 در اوکراین اتفاق افتاده، دسائسی که ناتو در اوکراین میچیده، دقیقاً دسائس، زمین چینی هایی که برای تعرض و دور زدن روسیه توی دستور کار ناتو و امریکا بوده رو آدم باید بدونه. ما ظرف ماهای گذشته شاهد تبلیغات تهوع‌آوری بودیم که از طریق رسانه های غربی یک طرفه در جهت تحریف واقعیات، کاملاً پروپاگاندای نیروهای غربی کاملا این، و ندیدم من کسی رو که بیاد یه نگاهی بکنه بدون توجه به در واقع دیدگاه های تبلیغاتی این طرف یا اون طرف قضیه، یه نگاه تاریخی که اوکراین چه وضعیتی داشته، روسیه چه وضعیتی داشته، ظرف چند دهه اخیر چه تحولاتی رو اینها اصلا پشت سر گذاردند و دلیل این اتفاقی که حالا افتاده تیه اوکراین چه هست. آنچه که ما شنیدیم و شاهد بودیم یک سر تبلیغات یک طرفه و تحریف آمیز غربی بوده. اما واقعیت این است که ناتو برای دور زدن روسیه و برای دور زدن چین برنامه های بلند مدتی بعد از طرح خاورمیانه بزرگ داشته، و اگر کسانی که میان تو رسانه ها میشینن در مورد قضیه اوکراین اظهار نظر میکنن، اینا رو نمیدونن روس ها، چینی ها اطلاع دارن از این ترتیبات. و اگر از این دیدگاه نگاه بکنید، اولا ماجرای اوکراین اونجوری که تو رسانه های مطرح نیست، اون وقت آدم متوجه میشه که بخش های قابل توجهی از آنچه که گذشته است و آنچه که اکنون در جریان هست رو بی اطلاع بود ازش. و بعد در زمینه ایران و روسیه، چون دو تا مسئله است، من میخوام عرض کنم که هر کشوری در جهان امروز فقط منافع خودش رو تحریم میکنه، ربطی به روسیه و چین و امریکا و انگلیس و فرانسه و هیچ جای دیگه نداره. میخواهیم محتاج نباشیم، خواهیم مجبور نباشیم، باید قدرتمند بشیم. باید نیروی کاری ما به جای این نیروی دلال فاقد کیفیت و فاقد توانایی که فقط روی بخره مالکانه، روی پول نفت، روی زندگی کرده، در وضعیتی باشه که بتونه ارزش کاملیش رو بفروشه، دانو به تلی ثروت هاش رو. تا وقتی اینجور هستیم محتاج دیگرانیم. این دیگران روسیه نباشن، چینه، چین نباشه، امریکا یا نباشن،
اروپایی. میخوای قدرتمند باشی، میخوای محتاج دیگران نباشی، میخوای دست سمت کسی دراز نکنی، خودت رو برو قدرتمند. بنابراین بهتره به درون و به داخل خودمون نمیتونیم گله کنیم، ازش شکایت ازش داشته باشیم، نمیتونیم توقع داشته باشیم که حقوق لگد مال شده ما را هیچ دولت دیگه بیاد اخفاق بکنه. نشستن و نکنال کردن و نق نق زدن به روسیه و به نه، این صحبت ها نیست. بیشتر این حرف ها از جانب کسانی میاد که در واقع مشکل اصلیشون اینه که چرا این روابط با غرب نیست، چرا با روسیه است. و اگر بدیم باید به تهلست کم دو دهه اخیر تو روابط ایران با ناتو، با امریکا و با غرب نگاه بکنیم، دلایلش اونجا روشن میشه. به دوام با حوال نیوی و زنیاری زیاتر بینه رو بیسری موکریان بین. سپاس که درست درگل من بود.